سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا در برابر امارات به پیروزی یک بر صفر رسید. تیم ملی فوتبال کشورمان با کسب سه امتیاز این بازی و در مجموع با نه امتیاز از مجموع سه بازی به عنوان تیم نخست گروه به مرحله بعدی سود کرد. رضا قوچان نژاد زننده گل برتری ایران بهترین بازیکن این دیدار شد. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار در این دور از رقابت ها با نتیجه دو بر صفر بحرین را شکست داده بود و در دومین دیدارش نیز با نتیجه یک بر صفر قطر را پشت سر گذاشته بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز دوشنبه مذاکرات با جان کری همتای آمریکاییش را سریح و جدی توصیف کرد و گفت مذاکرات پیچیده شده است و ما وارد جزئیات شدیم و اگر طرف مقابل آمادگی داشته باشد آماده ایم تا در ماه بهمن و در سالگرد پیروزی انقلاب به نتیجه برسیم دور بعدی مذاکرات درباره برنامه اتمی ایران در اوایل فوریه برگزار خواهد شد جلسه یک روزه تیم های مذاکره کننده ایران و گروه پنج به علاوه یک روز گذشته در ژنو در سطح معاونان وزیران خارجه پشت درهای بسته برگزار شد. دیپلماتها ها گفتند که پیشرفت حاصل در این جلسه محدود بوده است. در همین حال ها رسانه های ایران نوشتند که ایران و آمریکا نیست که در مذاکرات هفته گذشته خود کوشیده بودند پیشنویس سند اصول توافق را برای تسریع در مذاکرات تدوین کنند در جلسه روز گذشته خود با دیگر کشورهای گروه پنج و علاوه یک این سند را عرضه نکردند. پیش از این رایزنی های دو جانبه در سطح وزرای امور خارجه میان ایران و آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا به مدت چهار روز انجام گرفته بود. پیشتر گزارش های منتشر شده بود که ایران و شش قدرت جهانی در این دوره از مذاکرات در پی دستیابی به یک متن مشترک برای تدوین اصول یک توافق سیاسی هستند. این اصول توافق که از آن صحبت شده مرحله ای پیش از توافق سیاسی است که ایران و پنج به علاوه یک تا اسفند ماه به خود فرصت داده اند تا به آن دست یابند در سند اقدام مشترک که متن سه صفحه‌ای آن در نوامبر 2013 منتشر شد یک بخش به اقدامات نهایی دو طرف اختصاص یافته است حال این اصول توافق که این دوره از مذاکرات در ژنو و روی آن متمرکز بود به نوعی توسعه دادن مواردی است که در سند اقدام مشترک به عنوان اقدامات نهایی تعریف شده است در همین حال مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی در حال کار بر روی پیشنویس سندی برای سرعت بخشیدن به مذاکرات هستند المانیتور گزارش داده که این سند اصول توافق نام دارد و بخشی از چارچوب توافقی است که انتظار می‌رود طرفها تا ماه مارس به آن دست یابند پیش از این دوره از گفتگوها وزیران امور خارجه ایران و آمریکا نیز به ژنو آمدند و مذاکرات فشرده ایران پشت سر گذاشتند محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پیش از ترک سوئیس گفت روش فشار پاسخ نمی دهد و مذاکره و فشار با هم قابل جمع نیست و افزود باید راه فشار را کنار بگذارند و فشار کارآمدی ندارد در آمریکا نیز بارک اوباما رئیس جمهوری تاکید کرده است هیچ کس تمایلی به سندی ندارد که تحریم ما را خدشدار کند و به ایران این امکان را بدهد که به طور پنهانی یا به مرور توان سلاح اتمی خود را افزایش دهد. این در حالی است که کنگره ایالات متحده خواستار افزایش فشار بر ایران است. در تحولی دیگر نیز خبرگزاری آلمان می که ایران تلاش برای رسیدن به توافق در مذاکرات بر سر برنامه اتمی خود را با مکعب روبیک مقایسه کرده است. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران در ژنو گفته است وقتی شما یک سطح را در مکعب روبیک حرکت می دهید باقی سطوح نیز با آن می چرخند. در نتیجه باید آنقدر آن را چرخاند تا همه در جای خود قرار بگیرند آخرین دور مذاکرات میان ایران و گروه پنج به علاوه یک در ماه نوامبر 2014 در وین انجام شد اما طرفین نتوانستند به توافق مورد نظر برسند این مذاکرات سپس هفت ماه دیگر تا تیر ماه 1394 تمدید شد. مهمترین موضوع های چالش برانگیز برای رسیدن به توافق میزان ظرفیت غنیسازی ایران، سرعت کاهش تحریم ها و مدت زمان توافق نهایی اعلام شدند. روز جمعه محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی جداگانه با لوران فابیوس و جان کری همتایان فرانسوی و آمریکایی خود دیدار و گفتگو کرد جزئیات بیشتر در گزارش محمد رضا شاهید از پاریس روز جمعه دو ملاقات در شهر پاریس بین آقایان جواد ظریف و لوران فابیوس و همینطور بین آقای جان کری و بار دیگر با آقای ظریف انجام شد همطور که میدونید بعد از روز چهارشنبه ملاقات آقای جانکری و جواد ظریف که حدود 5 ساعت به طول کشید در شهر ژنو و تا این دو حدود 20 دقیقه هم در شهر راهپیمایی و با یکدیگر گفتگو کردند آقای جواد ظریف روز پنجشنبه به برلین رفت و آقای دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه به واشنگتن رفت و در بیانیه مشترک روشن شد که این دو دولت مایلند هیچ نوع تحریم تازه ای علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با پرونده های اتخاذ نشود دلیل این است که پیشتر اگر غرب بسته های تشویقی رو مطرح می کرد این بار به خاطر وضع بد اقتصادی و تحریم های تنبیهی در برابر بسته های تشویقی این جمهوری اسلامی ایران هست که اصرار داره تحریم ها هر چه زودتر لغو بشود در مورد روز جمعه بیانیه بسیار کوتاهی از سوی دولت فرانسه وزارت خارجه منتشر شده است که عینا برای شما اون رو خواهم خود در این ملاقات گفتگوها بیشترش به پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران اختصاص داشت تا که اطمینان بخشی برای صلح آمیز بودن تلاشهای اتمی جمهوری اسلامی ایران برای پنج به علاوه یک روشن و اثبات شود در جمله آخر این بیانیه کوتاه هم میخوانیم که این دو دولت به مسائل مهم منطقه نیز پرداختند و همطور که پیشتر هم گفته بودم آقای لوران فابیوس امروز روز دوشنبه به بروکسل رفت است تا با دول عضو اتحادیه اروپا در مورد مسائل لیبی، عراق و سوریه گفتگو کنند. همینطور روز پنجشنبه آقای لوران فابیوس به لندن خواهد رفت تا این بار با نمایندگان دولت های که در مورد داعش چه در عراق و چه در سوریه فعال هستند گفتگو و تصمیمات تازه ای رو اتخاذ کنند پاریس تلویزیون ایران فردا روزنامه مردم امروز به مدیر مسئولی احمد ستاری و سردبیری محمد قوچانی روز شنبه 27 دی با دستور بازپرس شعبه دو دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شد محمد قوچانی در گفتگو با خبرگزاری تصنیم گفته این روزنامه به دلیل چاپ مطلبی در ارتباط با ماجرای هفته نامه شارلی توقف توقیف شده است. روزنامه مردم امروز در صفحه اول شماره 24 دیما با چاپ عکس بزرگی از جورج کلونی هنرپیشه سرشناس آمریکایی به نقل از وی این تیتر را منتشر کرده بود. من هم شارلی هستم. پیشتر آقای قوچانی به خبرگزاری فارس گفته بود این تیتر قبل از چاپ آخرین شماره مجله شارلی ابدو انتخاب و منتشر شده بود. فرمانداری تهران با درخواست تجمع گروهی از دانشجویان بسیجی مقابل سفارت فرانسه در تهران در اعتراض به انتشار کاریکاتوری از پیامبر اسلام از سوی مجله شارلی ابدو موافقت کرد. در رویدادی دیگر نیز ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور به غرب و مقامهای غربی هشدار داد به دلیل اهانت و جسارت مجله شارلی ابدو به پیامبر اسلام تاوان سختی خواهند پرداخت. آقای رئیسی گفته توهین به پیامبر اسلام توهین به همه پیامبران الهی است و اقدام این نشریه یک حلقه از حلقای متصل به یک زنجیر است که مسلمانان هرگز آن را نخواهند بخشید. حزب الله لبنان شامگاه یکشنبه اعلام کرد پنج عضو این گروه در حمله راکتی اسرائیل به بلندی های جولان کشته شدند. خبرگزاری ایسنا به نقل از تلویزیون المنار وابسته به حزب الله گزارش داده جهاد مغنیه پسر اماد مغنی از فرماندهان پیشین این گروه نیز در میان کشته شدگان است. گروه حزب الله لبنان در بیانیه اعلام کرده است که در حمله اسرائیل به نیروهای این گروه در منطقه القنیتره شش عضو حزب کشته شدند. گزارش‌ها حاکی است که جهاد مغنیه، فرزند اماد مغنیه و محمد عیسی از فرماندهان حزب الله در این حمله کشته شدند. به گزارش رویترز این حمله توسط هلیکوپترهای اسرائیل صورت گرفته است. این در حالی است که ارتش اسرائیل در این خصوص از ابراز نظر خودداری کرده است. یک منبع مطلع لبنانی به رویترز گفته است که کاروان حامل جهاد مغنیه در منطقه القنیتره و در نزدیکی بلندی های جولان توسط هلیکوپترهای اسرائیلی مورد حمله قرار گرفته است. اماد مغنیه پدر جهاد که فرمانده واحد اطلاعات و طرحهای ویژه حزب الله بود و طرح به قطر ساندن دولت مرد بزرگ لبنانی رفیق حریری را به دستور رژیم بشار اسد و موافقت جمهوری اسلامی به اجرا گذاشت دو روز پس از آنکه بازرس ویژه دادگاه مخصوص رسیدگی به قتل حریری در لاهه نامش را به عنوان یکی از مسئولان جنایت بزرگ قتل حریری و شماری از شخصیت سیاسی و فرهنگی و رسانه‌ای لبنان فاش کرد به شکل مرموزی پس از نشستن در اتومبیل خود در پارکینگ دفترش در بلوار مزه دمشق با انفجار مهیب به قتل رسید دمشق و تهران مثل همیشه اسرائیل را متهم کردند شبکه المیادین نزدیک به سوریه و ایران به نقل از حزب الله لبنان اسامی کشته شدگان در حمله دیروز را اعلام کرده است طبق این گزارش محمد علی حسن ابوالحسن از فرماندهان نظامی بلندپایه حزب الله عباس ابراهیم حجازی از گروه عملیات حزب جهاد اماد مغنیه از مسئولان اطلاعات حزب محمد عیسی ابو عیسی غازی علی زاوی و علی حسن ابراهیم از فرماندهان حزب الله در حمله اصر روز یکشنبه اسرائیل کشته شدند. خبرگزاری فارس به نقل از برخی از منابع خبری گزارش داده است که فرماندهان نظامی ایرانی نیز در این حمله کشته شدند. از جمله این فرماندهان باید به فرمانده سابق سپاهی یزد اشاره کرد. شش تن دیگر نیز از فرماندهان سپاه قدس به گفته منابع لبنانی جزء کشته شدگان هستند. این در حالی است که تا کنون این خبر از سوی مقام های ایران تایید نشده است همچنین گزارش ها است که سردار محمد علی الله دادی فرمانده سابق تیپ القدیر یزد بر اثر حمله موشکی ارتش اسرائیل به خودرویی که از لبنان به طرف سوریه آزم بود کشته شده است در همین حال دیلی استار روزنامه انگلیسی زبان بیروت در ساعت نونیم شامگاه یک شنبه 28 دی نوشته بود شماره کشته های حزب الله به نه نفر افزایش یافت. جهاد مغنیه با وجود سن کم در اکتبر گذشته به عنوان یکی از فرماندهان عملیات حزب الله در سوریه منصوب شد. پیشتر عکس جهاد مغنیه را در کنار قاسم سلیمانی فرمانده شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ایران منتشر شده بود. نیروهای حزب الله حدود سه سال است که برای دفاع از بقای حکومت بشار اسد در سوریه میجنگند. موش یعلون وزیر دفاع اسرائیل پیشتر گفته بود کشورش در جنگ های داخلی سوریه دخالتی ندارد اما هر زمان که خطوط قرمز اسرائیل رعایت نشود مورد حمله قرار می گیرد. اسرائیل در چهار سال جنگ داخلی سوریه چند بار به این کشور حمله هوایی کرده است در هر یک از این حملات اسرائیل گفته است کاروان محموله های نظامی که در راه انتقال از سوریه برای حزب الله بوده هدف قرار گرفته است اسرائیل عمدتا مدعی بوده است که این محموله ها موشک های پیشرفته ارسالی از سوی ایران برای حزب الله بوده است در همین حال گزارش ها حاکی است که اسرائیل از یک سال پس از جنگ خود با حزب الله محمد شوربه فرمانده عملیات برون مرزی حزب الله و رئیس گارد محافظان حسن نصر الله از هشت سال پیش به خدمت موساد اسرائیل درآمده بود محمد شوربه شمار زیادی از عملیات برونمرزی حزب الله علیه هدفهای اسرائیلی و یهودی در چند نقطه جهان از جمله در خاور دور را پیش از عملی شدن به اطلاع اسرائیل رسانده بود و مانع از ضربه زدن به ها و هدفهای یهودی شد. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در ای که پنجشنبه 25 دی از شبکه تلویزیونی لبنانی المیادین پخش شد تایید کرد که اسرائیل توانسته بود به این سازمان شیعی دشمن اسرائیل رخنه امنیتی کند جسد آلبرتو نیسمان دادستان پرونده بمبگذاری مرکز یهودیان آرژانتین در خانهاش پیدا شد آقای نیسمان خانم فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین و شماری دیگر را متهم کرده بود که برای برقراری رابطه تجاری نفتی با ایرانیانی که متهم به بمبگذاری مرکز یهودیان هستند وارد زد و بند شده است اتهامی که مقامهای آرژانتین آن را رد کردند آقای نیسمان قرار بود امروز در جلسه غیرعلنی کنگره شهادت بدهد که خانم فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین سعی داشته نقش ایران در بمبگذاری مرکز یهودیان آمیا را لاپوشانی کند تحقیقات برای یافتن علت مرگ وی آغاز شده است سخنگوی نیروهای نظامی ارتش اوکراین میگوید در یک عملیات شبانه توانسته است تقریبا تمام قلمرو فرودگاه دونسک را که در هفته های اخیر به تصرف جدایی طلبان شرق اوکراین در آمده بود بازپس بگیرد. آندری لیسونکو، سخنگوی ارتش اوکراین با تایید این خبر اعلام کرد درگیری های نظامی میان نیروهای جدایی طلب شرق اوکراین و ارتش اوکراین همچنان ادامه دارد. به گفته سخنگوی ارتش در عملیات بازپسگیری فرودگاه چهار سرباز اوکراینی کشته و 32 نفر زخمی شدند. مقام های نیجریه میگویند گروه بوکو دستکم دست کم 60 نفر را در کامرون ربوده است که بیشتر آنها کودک هستند. مقام های امنیتی میگویند در این حمله چند نفر هم کشته شدند. بوکو کنترل بسیاری از شهرها و روستاهای شمال شرق نیجریه را در دست دارد و اخیرا حمله به برخی از کشورهای همسایه را هم آغاز کرده است. این گروه از شش سال پیش برای ایجاد حکومت اسلامی دست به شورش مسلحانه زده است. طرفداران تحریم ایران در سنای آمریکا میگویند طرحی تنظیم کردند که میتواند آرای کافی برای رد وتوی احتمالی رئیس جمهور را به خود جلب کند اوباما پیش از این نسبت به وضع تحریم های تازره به کنگره آمریکا هشدار داده بود طرفداران طرح تحریم مشروط ایران در سنای آمریکا از طرحی ملایمتر برای جلب آرای کافی و باطل کردن امکان وتوی رئیس جمهور خبر دادند. باراک اوباما روز جمعه 26 دی مخالفت خود را با وضع تحریم های جدید علیه ایران اعلام کرده بود. او از کنگره این کشور خواسته است از وضع تحریم های جدید علیه ایران خودداری کند. در غیر این صورت او از حق وتوی خود استفاده خواهد کرد. اوباما روز جمعه در دیدار با نخست وزیر بریتانیا با تاکید بر ضرورت عدم وضع تحریم های تازه علیه ایران گفت تحریم های تازه می تواند فرصت دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک که برای مدت زیادی از دشوارترین موزلات امنیت ملی ما بوده است را با خطر روبرو کند. روز پنج شنبه 22 ژانویه دوی بهمن کمیته بانکی سنای آمریکا پیشنویس قانونی که توسط مارک کرک سناتور جمهوری خواه و رابرت منندز سناتور دموکرات ارائه شده بود را به رأی میگذارد هر دو سناتور از وضع تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت می‌کنند. پیشنویس تحریم های جدید که مدتها انتظاران می رفت، روز جمعه منتشر شد اما هنوز به طور رسمی به سنای آمریکا تقدیم نشده است. این پیشنویس در صورتی که تهران و گروه موسوم به پنج به علاوه یک در مذاکراتشان تا تاریخ دهم تیر ماه به توافقی جامع دست نیابند اعلام تحریم های گام به گام علیه ایران را در نظر گرفته است. اول ژوئیه آخرین مهلت تعیین شده برای طرفهای مذاکره است تا به توافقی همه دست یابند اساس این مذاکرات موافقتنامه ژنو است که نوامبر سال 2013 آذر 1392 میان ایران و طرفهای مذاکره کننده به دست آمد و تا کنون بدون دستیابی به نتیجه قطعی دو بار تمدید شده است تحریم های پیشنهادی توسط مارک کرک و رابرت منندز چند روز بعد از مهلت پایانی مذاکرات اتمی با ایران آغاز خواهد شد و چندین ماه به طول خواهد انجامید. اگر ایران تا اول جویه 2015 به توافقی نهایی با گروه پنج به علاوه یک دست نیابد، تحریم هایی که به عنوان بخشی از یک توافق موقتی به حالت تعلیق درآمده بودند دوباره از سر گرفته می شوند. این تحریم ها در سه اوت علیه صنعت نفت ایران و هفت سپتامبر به شکل محدودیت های جدید برای کشورهایی که وارد کننده نفت هستند اعمال خواهند شد در ادامه این تحریم ها در تاریخ 5 اکتبر مقامات رسمی بیشتری از ایران هدف تحریم های اقتصادی قرار میگیرند و سفر آنها به خارج از کشور با محدودیت های جدیدی روبرو خواهد شد. در دوم نوامبر نیز تحریم های جدیدی علیه سازمان های مالی خارجی که با بانک مرکزی ایران یا بانکهایی که در فهرست تحریم ها قرار دارند مبادلات مالی دارند وضع خواهد شد. اگر همچنان توافقی به دست نیامده باشد در تاریخ هفته دسامبر هدف بعدی تحریم صنعت خودروسازی ایران صنایع زیربنایی و صنعت معدن خواهد بود. در صورت رسیدن به یک توافق نهایی با ایران در مذاکرات هسته‌ای، باراک اوباما کنگره آمریکا را در این مورد که کدام بخش از تحریم‌ها حذف خواهند شد، مطلع خواهد کرد. سناتور لینزی گراهام از حزب جمهوری که گفته است برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران فشار خواهد آورد، روز یکشنبه 18 ژانویه اعلام کرد اگر باراک اوباما موافقت کند که هر توافقی با ایران را برای تایید به کنگره بفرستد او به دنبال اعمال تحریم های تازه نخواهد بود باراک اوباما روز جمعه به کنگره خوشدار داده بود که هر گونه تحریم تازه تلاش برای مهار برنامه هستهی ایران را از مسیر سلحامیز خارج می کند. رئیس جمهور آمریکا کنگره این کشور را به نشان دادن بردباری بیشتر و عدم تحمیل تحریم های جدید علیه ایران فراخوانده و تهدید کرده است تصویب هر طرحی در این مورد را وتو خواهد کرد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید در دولت محمود احمدی نژاد برای کنترل نوسانات بهای ارز 22 میلیارد دلار به دبی و استانبول صادر شده است و انتقال چنین میزانی از درآمدهای نفتی را به خارج تعجب آور خوانده است معاون حسن روحانی همچنین از رویکرد دولت محمود احمدی نژاد در قبال همکاری با افرادی همچون بابک زنجانی انتقاد کرده و گفته است باید مشخص شود چگونه چنین افرادی به سیستم اقتصادی کشور وارد شدند. یک وبسایت نزدیک به محافظ کاران خبر داد محمود احمدی نژاد برای حضور مجدد در قدرت شورای سیاست گذاری تشکیل داده است و از افراد بسیاری برای عضویت در این شورا دعوت کرده اما بسیاری از آنها از جمله احمد وحیدی وزیر سابق دفاع لطف الله فروزنده معاون پارلمانی دولت دهم ده و محمد عباسی وزیر سابق تعاون این دعوت را نپذیرفتند بر اساس گزارش ها تاکنون دو جلسه این شورا تشکیل شده و آقای احمدی نژاد در پی تکمیل اعضای آن است. در ماهای اخیر خبرهایی از تلاش محمود احمدی نژاد برای بازگشت به قدرت منتشر شده که با واکنش منفی محافظه‌کاران مواجه شده است. محافظه‌کاران میگویند احمدی نژاد شانسی برای بازگشت به قدرت ندارد و هیچ جریان و گروهی حاضر به حمایت از وی نیست. در حالی که قرار است طرح ابطال سهمیه بنزین 400 تومانی از اول بهمن ماه آغاز شود از همکنون بازار سیاه سهمیه بندی بنزین در برخی از جایگاه‌های سوخت ایران به راه افتاده است بر اساس این گزارش شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران تصمیم گرفته که از چهار روز آینده با حسب بنزین 400 تومانی بنزین را به صورت دونرخی در جایگاه های سوخت عرضه کند پس از این تصمیم در حاشیه برخی از جایگاه های سوخت به ویژه در جنوب تهران بنزین 400 تومانی به قیمت های 700 تا 900 تومان به فروش میرسد. به این ترتیب با براه افتادن بازار سیاه بنزین به میزان قابل توجهی از فروش بنزین آزاد با قیمت 1000 تومانی در جایگاه های سوخت کاسته شده است. در اظهار نظرهای جداگانه حمید روحانی مسئول بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی علی متحری را نوچه هاشمی خوانده جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته علی خامنه ای بزرگترین منتقد مذاکرات هسته است و محمود نبویان از دیگر نمایندگان مجلس هم گفته ایران کت خدای منطقه است و محمد خاتمی خائن و باقی است. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته علی خامنه ای بزرگترین منتقد مذاکرات هسته ای است و رهبر جمهوری اسلامی گفته دولت های قبل اجازه چنین مذاکراتی را نداشتند کریمی قدوسی افسوده رهبر جمهوری اسلامی این مطلب را در دیدار با سفرا بیان کرده و گفته علت موافقت با انجام این مذاکرات اصرار مقام های دولت یازدهم بوده است کریمی قدوسی در بخش دیگری از سخنان خود از علی متحری و برخی دیگر به خاطر تایید بر رفع حصر انتقاد کرده و گفته دل آنها برای موسوی و کروبی نمی سوزد. به افزوده این افراد از حصر پیراهن عثمان ساختند تا تیرهای خود را به سمت خیمه رهبر جمهوری اسلامی پرتاب کنند. حمید روحانی مسئول بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی نیز گفته علی متحری نوچه اکبر هاشمی رفسنجانی است. وی با انتقاد شدید از اظهارات علی متحری درباره حصر گفته است متحری از اینکه پدرش یعنی مرتزا متحری رهبر نشده ناراحت است. در همین راستا حمید رضا مقدم فر مشاور فرمانده سپاه پاسداران هم گفته برخی خوبان جمهوری اسلامی در سال 1388 به جبهه دشمن پیوستند مقدم فر نامی از این خوبان نبرده است اما به نظر میرسد اشاره وی میر حسین موسوی مهدی کروبی محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی باشد حامیان علی خامنه ای بیش از چهار سال است که از این افراد با عنوان سران فتنه نام میبرند و حملات و انتقادهای خود به این افراد را متوقف نکردند. گروهی از محافظه تندرو تند رو در عین حال خواستار برخورد با محمد خاتمی و حصر وی همانند موسوی و کروبی هستند. این دست از محافظه کاران به تلاشهای پیدا و پنهان دولت حسن روحانی در رفع حصر خانگی رهبران جنبش سبز اعتراض و آن را محکوم کردند. مقدم فرهم بیان بی آنکه نامی از حسن روحانی ببرد گفته برخی مسئولان باید مراقب حرف زدن خود باشند تا زمینه سوء استفاده دشمن را فراهم نکنند. جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز با دفاع از عمل کرده شورای نگهبان گفته احمد جنتی در این شورا افراد ناباب را رد صلاحیت و افراد باب را تایید می کند. قرار است سال آینده دو انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان برگزار شود و محافظهکاران کاران بیم آن را دارند که اصلاح طلبان بتوانند کرسی هایی را در این دو مجلس به دست آورند. محمود نبویان نماینده مجلس نیز در این خصوص گفته ایران کت خدای منطقه است. محمد خاتمی خائن و باقی است. در حصر چلو کباب می دهند و اصلاح طلبان در انتخابات مجلس خبرگان دنبال رهبرسازی هستند. نبویان این مطالب را در مراسم قدردانی از مشتبا نواب صفوی رهبر فداییان اسلام که به خاطر دست داشتن در چندین ترور در زمان پهلوی اعلام شد بیان کرده است وی با اعلام اینکه جمهوری اسلامی به کت خدای منطقه تبدیل شده از قاسم سلیمانی و سپاه به عنوان عاملان شکست آمریکا در یمن، عراق، سوریه و لبنان نام برده است. نبویان در بخش دیگری از سخنان خود با حمله به محمد خاتمی گفته وی میداند که در انتخابات سال 88 تقلب نشده اما حاضر نیست این مطلب را اعلام کند این نماینده ی عضو جبهه پایداری افسوده خاتمی با این کار خود به نظام خیانت کرده و به یک باقی تبدیل شده است این روحانی مدعی شده که اصلاح طلبان در این دوره از انتخابات دنبال رهبرسازی هستند این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود از وجود یک فهرست پنجاه نفره از فتنگران خبر داده که علی خامنه مانع برخورد با چهار نفر از افراد در این فهرست شده است. به نظر می رسد این چهار نفر محمد خاتمی، اکبر حاشمی رفسنجانی، میر حسین موسوی و مهدی کروبی باشند که حامیان خامنه ای از آنها با عنوان سران فتنه نام می برند. تلویزیون دولتی سوریه از سقوط یک فروند هواپیمای باری نظامی در استان ادلب در شمال غرب این کشور خبر داد این شبکه دولتی درباره تلفات احتمالی توضیحی نداده است با این وجود دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده است در اثر این حادثه 35 تن از سرنشینان این هواپیما کشته شدند در همین حال جبهه النصر شاخی القاعده در سوریه در توییتر خود مدعی شده این گروه با شلیک راکت هواپیمای باری نظامی را ساقط کرده است اما نخستین گروه از مخالفین میان روی سوری طی هفته های آتی تحت آموزش سربازان آمریکایی قرار خواهند گرفت. در رویدادی دیگر ایران و ترکیه با امضای توافق ای به ماها اختلاف بر سر عقص عوارز عبور کامیون ها پایان دادند. به نام امینی خبرنگار ما در ترکیه و جزیات بیشتر از این دو خبر. مقامات امریکایی وعده دادند که از 4 تا شش هفته آینده 400 سرباز امریکایی کار آموزش نظامی نیروهای مخالف میانه روی اسد رو آغاز خواهند کرد این موضوع در راستای طرح امریکا برای آموزش و تجهیز نیروهای مخالف و میانه روی اسد خواهد بود میدونیم پیشتر هم کنگره امریکا در این رابطه مبلغ 500 میلیون دلار کمک مالی رو تصویب کرده بود اما در برنامه آموزشی که به زودی قرار هست آغاز بشه 4500 تن از نیروهای مخالف اسد در مرحله نخست آموزش بینن و این امیدواری وجود داره که این نیروهای آموزش دیده پیش از پایان سال جاری میلادی به میدان جنگ در سوریه فرستاده بشن. ترکیه، عربستان، قطر و اردن هم محل آموزش این نیروها خواهد بود. اما پرسش اساسی که در رابطه ترکیه مطرح کرده یا به عبارت دیگه اختلاف اساسی ترکیه با امریکا بر سر این موضوع هستش که این نیروها قرار هست به جنگ چه کسی فرستاده بشن امریکا میگه فعلا نبرد با داعش در اولویت هستش ترکیه اما معتقد این نیروها میبایست برای هدف مهمتری یعنی مبارزه با رژیم اسد آموزش و تجهیز بشن با وجودی که این اختلاف میان دو کشور همچنان پابرجاست اما ترکیه یکی از مهمترین مراکز آموزش نیروهای میانه روی مخالف اسد خواهد بود اما به دو خبر در مورد ایران هم اشاره بکنم نخواستن که سرانجام پس از ماها اختلاف میان ایران و ترکیه بر سر دریافت عوارض عبور از کامین های ترانزیت نهایتا دو کشور در این زمینه به توافق رسیدند البته جزئیات این توافق هنوز منتشر نشده اما آنچه از شواهد برمیاد این است که جمهوری اسلامی ایران بخش عمده ای از عوارض عبور برای کامین های ترک رو حذف کرده و تنها مبلغ ناچیزی از کامین ترک بابت مابود تفاوت قیمت سوخت دریافت خواهد کرد افزون بر اینکه کامیون های ایرانی نیز در هنگام ورود به ترکیه عوارضی پرداخت نخواهند کرد اما خبر دومی که به نظر میرسه سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ایران با تاخیر انجام خواهد گرفت قرار بوده اواخر این ماه آقای اردوغان به منظور شرکت در دومین کمیسیون همکاری ایران و ترکیه به تهران سفر بکنه اما احتمالا این سفر به اواخر فوریه یا حتی اوایل ماه مارچ موقول خواهد شد دلیل این تاخیر هم البته روشن نیست اما شاید از این اشاره تلبیهی محمود وایزی وزیر اطلاعات و فناوری جمهوری اسلامی بشه دلایل این تاخیر رو حد زد با که اتفاقا برای حل اختلاف ترکیه و ایران بر سر عوارض عبور کامین ها به این کشور سفر کرده بود گفته نباید بعضی اختلاف برداش ها در مورد موضوع سیاست منطقه‌ای که قابل حل هستند، مانع اهداف بلند رهبران دو کشور بشه به نظر میرسه منظور آقای وایزی اشاره به اختلاف نظر عمده ترکیه و ایران بر سر رژیم سوریه و آینده این رژیم هستش آن هم در آستانه نشست مخالفان سوری در قاهره و مسکو که قرار هست دو هفته آینده برگزار بشه محمن احمدی امویی و ژیلا بنی یعقوب زوج روزنامه نگار ایرانی برنده جایزه سال 2015 انجمن جهانی قلم و بنیاد غیردولتی آکسفام نویب شدند این جایزه امسال به دو نویسنده و روزنامه نگار دیگر از کشورهای لیبی و سودان نیز تعلق گرفته است فرح کریمی عضو سابق مجلس نمایندگان هلند و از دستاندرکاران این بنیاد گفته است این جایزه به روزنامه نگاران یا فعالان حقوق بشری اهدا شود که در انجام فعالیت خود مورد اذیت و آزار قرار گرفته یا مجبور به مهاجرت از کشورشان شده باشند وی از ژیلا بنی یعقوب و بهمن احمدی عموی با عنوان زوج روزنامه نگار شجاع نام برد که علیه سانسور ایستادگی کردند این جایزه پیش از این نیز به محمود دولت آبادی نویسنده و آسیه امینی روزنامه نگار ایرانی تعلق گرفته بود دور جدید کنسرت چرا رفتی همایون شجریان لغو شده است. در سالهای اخیر شمار کنسرت های موسیقی لغو شده به شدت افزایش یافته است. این در حالی است که بسیاری از این کنسرت ها مجوز وزارت ارشاد را داشتند. اما این وزارت خانه تا کنون کاری در این زمینه صورت نداده است. روزنامه شهر چند روز پیش در گزارش نوشته بود که در یک سال گذشته 20 کنسرت موسیقی در ایران لغو شده است. اما آخرین خبر این که روزنامه رسالت از اینکه در قطنامه پایانی همایش سراسری اصلاح طلبان ذکری از ضرورت رفع حصر رهبران جنبش سبز به میان نیامده و سخنرانان اظهارات افروت گرایانه بیان نکردند استقبال کرده است. محمد کازم انبارلویی سردبیر این روزنامه در سرمقاله آن نوشته در این قطنامه اشاره به حوادث تلخ سال 88 نشده و به نظر میرسد اصلاح طلبان میخواهند آن قطعه از عملکرد اصلاح را پاک کنند. قیبت برخی سرشناس اصلاح طلب در این همایش که رسالت آنها را ساختار شکن معرفی کرده نیست از سوی این روزنامه گامی مبارک توصیف شده است. با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم. ممنونم که با ما همراه بودید. از شما دعوت میکنم بیننده برنامه صفحه یک ما هم باشید که بلافاصله فاصله پس از خبر پخش میشود. شب و روز شما خوش.